سلام، چطورید؟ یه کانتنت دیگه از اسپیشال رفی براتون آوردم. این بار رفتیم سراغ دوربیناش. میدونیم که این فلگشیپ کیلر سامسونگ همیشه تو بخش دوربین ادعا داشته، ولی خب امسال خیلی مشخصاتش با پارسال فرق اساسی نکرده. همون پکیج سگانه 50-12.8 مگاپیکسلی رو تو پنل پشتی داریم و یه سنسور 10 مگاپیکسلی هم برای گرفتن عکسای سلفی در اختیار ماست. تو تمامی سناریوها با این گوشی عکاسی کردیم و الان عکس‌ها رو دونه بدونه بهتون نشون میدم. یکم توش دقیق میشیم ببینیم چه جزئیاتی به تصاویر اضافه شده، آیا نوردهی مناسبه، تو بخش زوم چه انتظاراتی رو از این گوشی داریم و از این جور صحبت‌ها دیگه. اگه موافق باشید سنسور واید شروع کنیم. سنسور واید 50 مگاپیکسلی که تو طول روز با این عکسی که ما توش گرفتیم، عکس‌ها واقعا جزئیات عالی دارن، نوردهی به خوبی انجام شده و اگر شما حتی زوم هم بکنید روی تصاویر به خوبی میتونید دیتیل رو ببینید. به روال همیشگی گوشی‌های سامسونگ بازم یک مقداری انگار رنگ‌ها اشباع شده تر به نظر میرسن نسبت به چیزی که توی واقعیت وجود داره. یک مقداری شاید سچوریشن عکس‌ها بیشتر شده باشه، ولی میگم تو بخش جزئیات، تو بخش اینکه حالا وایت بالانس تصاویر خیلی اوکیه، شارپنس تصاویر هم به نظر من خیلی زیباست. مثلا اگر الان که دارید میبینید تصاویر رو عکس زوم کردم، قشنگ جزئیات آسفالت رو شما میتونید ببینید، عکس‌ها سافت نمیشن در اصطلاح. و ببینید اگر من میخوام زوم بکنم یه مقدارم روی دورتر، درسته مقدار جزئیات از بین میره، ولی خب رنگ و لعاب عکس در کل حفظ شده. پس عملکرد سنسور واید 50 مگاپیکسلی در حالت کلی میتونه لایک رو از ما بگیره. اینم بهتون بگم که هم با سنسور 50 مگاپیکسلی هم میتونید عکسای با وضوح 50 مگاپیکسل بگیرید و هم یک کراپ 12 مگاپیکسلی به شما میده که این کراپ 12 مگاپیکسلی حجمش میتونم بگم که 1/2-1/3 50 مگاپیکسلی است، ولی خب از نظر میزان جزئیاتی که به شما میده خیلی تفاوت عجیب و غریبی نمیکنن و بعضی وقتا هم حالا مثلا دیگه شاید نیاز نباشه اون حجم 3-4 برابری رو تحمل بکنید. مثلا یه دونه عکسی که با سنسور 50 مگاپیکسلی بخواید بگیرید حدوداً 40-50 مگابایت برای شما فضا اشغال میکنه. پس عملکرد سنسور واید رو ببندیم، جزئیات عالی، وایس بالانس خیلی خوب، یک مقداری توی زوم به نظر من توی دیتیل مشکل داره، ولی تو انتخاب سوژه اصلی خیلی خوبه و جزئیات تصاویر رو به خوبی به من و شما داره نشون میده. بریم سراغ سنسور اولترا واید. دارید می‌بینید سنسور اولترا واید رو، یه مقداری به نظر من اون سچوریشن عکس رو کمتر کرده توی سنسور اولترا واید و دیگه اون رنگ‌ها به اون صورتی که سنسور واید بود اشباع شده به نظر نمی‌رسه. درسته رنگ‌ها خوبه، اوکیه، به واقعیت نزدیک‌تره توی سنسور اولترا واید و اگر دقت بکنید توی گوشه‌های تصاویر دوچار کشیدگی نشده سوژه، اون اعوجاج تصاویر رو تونسته رعایت بکنه و خوب در بیاره. میدان دید 123 درجه‌ای رو هم به ما میده و یک مقدار می‌تونم بگیرم یه مقدار عکس‌ها سافت میشه توی مثلا جزئیات آسفالت. اگه شما نگاه بکنید نسبت سنسور واید یک مقدار سافت‌تره، اون جزئیات رو اونطوری که باید و شاید به من و شما نشون نمیده، ولی من همچنان از وایس بالانسر راضیم، به نظرم اوکیه و مشکلی توی عکس اولترا وایدش نمیبینم. الان جایی اگه نگاه بکنید این 206 اینجا، حالا میتونم بگم که اعوجاج تصویر داره. چرا؟ چون مقداری کشیده تر از واقعیت داره نشون داده میشه که البته این خصیصه یه سنسورهای اولترا وایده، ولی خب اینجا یه مقدار فکر کنم بیش از حد با توجه به اینکه گوشه تصویر ماست، به نظر من اینجا خوب کارو در نیاورده. اصولا سنسور اولترا واید من یکی که خیلی باش عکاسی نمیکنم و کسی هم ندیدم عکس اولترا واید بگیره با گوشش. این سنسور 12 مگاپیکسل حالا وجود داره، نسبت به نسل قبلی هم حالا یک سری ارتقا عمل کردی داشته، ولی در کل سنسور اولترا واید من ندیدم کسی باش کار بکنه. اگه شما فن عکاسی اولترا وایدید برام تو کامنت ها بنویسید ببینم من تنها نیستم این وسط یا نه. خیلی خب، بریم سراغ عملکرد زوم دوربین های اسپیشال افی. سامسونگ همیشه تو بخش زوم ادعا داره، مخصوصا تو پرچم‌دار اولترای خودش اسپیشال اولترا که به زعم خیلی ها بهترین زوم اسمارتفون ها مال این گوشیه. بریم ببینیم که اسپیشال افی به عنوان یک فرزند اسپیشال اولترا آیا میتونه اون عملکرد زوم خارق‌العاده رو در اختیار ما قرار بده یا نه. این عکس رو دارید میبینید، این عکس با سنسور 2x گرفته شده. میدونید که تو حالت 2x افت عملکرد رو خواهیم داشت. این گوشی با سنسور تلفوتوی 8 مگاپیکسلی میتونه زوم اپتیکال 3 برابری رو در اختیار شما قرار بده، یعنی از 0 تا 3 رو خب
میره رو بخش دیجیتال و اون 3X رو میتونه به صورت اپتیکال برای شما زو انجام بده. اگه دقت بکنید خب جزئیات دیوار رو داریم از دست میدیم، اون دیتیل آجرها معلوم نیستن تو این عکسی که دارید میبینیدش، ولی مثلا توی سوژه های نزدیک مثل این درخت ها درسته که یک مقداری دچار سافتنس شده، ولی رنگ ها قشنگن، میشه اون ترکیب رنگ رو دیدون، وایس بالانس خوب رعایت شده و تو حالت 2X بدک نیستش زومه. بریم سراغ چیزی که توش ادعا داره زوم 3X. اینجا دارید جزئیات آجرها رو میبینید، این یعنی اینکه زوم اپتیکاله و دچار افت عمل کرد نشدیم. حتی من سوژه اصلیم این کولره بود، میشه یک سری از رگه های روی کانال کولر رو هم دید با وجود اینکه واقعا دور بود و اگر دقت کرده باشید تو حالت 2X بازم دور بود، ولی الان حالا که من زوم هم کردم روی تصویر میبینید که اون شیارهای روی بدنه کولر خیلی مشخصه تو اینها. در مورد رنگ عکس هم صحبت بکنیم، اگر به تفاوت این رنگ سبز و زرد برک ها دقت بکنید میبینید که خیلی خوب در آورده، این یعنی اون ادعای زوم 3 برابری اپتیکالی که به وسیله سنسور تلفوتو 8 مگاپیکسلی داره به ارمغان آورده میشه درسته و عکس های زوم S24 FE مثل همه گوشی‌های سامسونگی که ادعای زوم اپتیکال دارن خیلی خوب و ترتمیز گرفته شده. زوم 10 برابری چطور؟ زوم 10 برابری هم بدک نیستش، ولی خب باید اون پی افت کیفیت رو به تنتون بمونید دیگه. زوم دیجیتاله و نمیشه انتظار داشت مثل سنسور واید 5 مگاپیکسلی عکس رو ترتمیزی به شما تحویل بده. مثلا اینجا دارید می‌بینید دیگه روی بافت آجر قشنگ یه رنگامیزی آبرنگی روش انجام شده، مشخصا به وسیله چیپست داره این تغییرات اعمال میشه و یک سری دیتیل بهش اضافه میشه. بهتون گفتم که چیپ اگزینوس 2420E توی این زمینه به کمکش اومده. مثلا الان این رنگ آبی طور روی آجر رو من نمیفهمم از کجا اومده، مشخصا پردازش شده است تصویر و به نظر من خیلی ترتمیز و طبیعی نیست. صرفا برای این خوبه که شما بخواید یه عکسی رو یه شیعی رو از فاصله دور تشخیص بدید، میشه از زوم 10X استفاده کرد. زوم 3X که دیگه کار رو بدتر میکنه، صرفا یه عکس آبرنگی به شما تحویل میده، نه جزئیات داریم نه وایس بالانس داریم، اصلا آسمون از دست دادیم، آسمون اینجا سفیده. بازم اون آبی کاربونی رو شما روی بافت آجر دارید میبینید، اصلا افتضاح. اصلا زوم 3X رو دوست ندارم. آره تو بخش زوم فقط میتونم پوینت مثبتش رو به همون 3 برابری اپتیکال بدم، بقیه‌اش رو در دیواره به درد نمیخوره. ولی مثلا جلو آیفون 15 و 16 پرو مکسی که ادعای کامرا فون بودن دارم، بازم زوم بدک نیستش، میشه کارتون رو در بیاره با وجود اینکه این گوشی نصف اون قیمت داره. یه دیسم با آیفون بازو بدم، تو کامنت ها اذیتم نکنید. اما عملکرد سنسور سلفی 10 مگاپیکسلی چطوره؟ اول از همه بهتون بگم که با نسل قبلی هیچ تفاوتی نداره این سنسور و من الان یه اکسپوش گرفتم، تو حالت معمولی هم هست، پورتره نیستش. ببینید خیلی جزئیات مشخص نیست توی این برگی که من دارم روش زوم میکنم، اما به نظر من رنگ ها نسبت به سنسور واید پشتی طبیعی ترن، اون سچوریشن روش انجام نشده. بافت صورت رو هم بخواید نگاه بکنید، من از جزئیات راضیم، یعنی دقیقاً اون بافت ریش من رو الان دارین میبینید که خیلی خوب در آورده، به سافتی کشیده نشده عکساشون، شارپنس خودش رو داره و رنگ پوست من رو نسبت به واقعیت طبیعی تر در آورده. یه حالت پورتره هم باش عکاسی کردم با دوربین سلفی که اینجا به طرز عجیبی به نظر من کنتراست تصاویر به هم ریخته، نمیدونم تنظیمات رنگیش اصولا به هم ریخته. ببینید درسته که سوژه رو به خوبی از بک‌گراند تشخیص داده و من دوچار ابجاج تصویر نشدم، بخشی از چهره من جز اون بلر شدن تصویر نرفته، ولی من راستش با رنگ و لعاب عکس اوکی نیستم، خیلی منو شیبرنج و شفتتور در آورده صورتم و اوکی نیستم باش. این یه لاین رنگین کمونی هم انداخته اون بالا که نمیدونم چیه، پورتراش تنگی به دل نمیزنه. اوکی بریم سراغ بخش فیلم برداری. S24 FE فیلم های خوبی میتونه بگیره، اینو میتونم بهتون قول بدم. حالت استابلایزرش هم اگر فعال بکنید میتونید 8K 24 فریم بر ثانیه، 4K 30-60 فریم بر ثانیه هم بگیرید، که من این فیلم رو که دارید میبینید تو خیابون گرفتم، ماشین رو در حال حرکت بودم، من دستم هم داشتم تکون میدادم، ولی دارید میبینید اون استابلایزر خیلی خوب اومده کمک کرده و خوب تصاویر پردازش شده و اثری از نویز و چه میدونم تکون شدید تصاویر شما توش نمیبینید. من از فیلم برداریش راضیم، نمیتونم ایراد خاصی رو بهش وارد بکنم. رنگ هاشم به نظر من یک مقداری اشتباه شده است، نه به اندازه ی عکس های سنسور واید، ولی خب یه مقداری بیش از رنگ و نور طبیعی به عکس ها رنگ و لعاب داده شده.
خیلی خب، اگر موافق باشید بریم سراغ تنظیمات منوی دوربین. تو حالت هستی که میتونید از 16 ایکس تا 30 ایکس عکاسی بکنید. خب چیز عجیب غریبی هم نیستش که بتونم گفتم فقط حالت 3 ایکسش به صورت اپتیکاله. عکسای پورتره هم که باهاش ثبت میشه، قبلا هم بهتون گفتم. تو حالت مور اگر برید میتونید از حالت پرو به کلی امکانات و تنظیمات دسترسی داشته باشید و عکساتون رو با توجه به سلایق شخصیتون شخصی سازی بکنید. چطوری؟ وایس بالانس رو میتونید تغییر بدید، اون میزان نوردهی رو میتونید کم و زیاد بکنید، حالت استدی مود رو میتونید اکتیو بکنید و ایزو رو میتونید کم و زیاد بکنید، سرعت شاتر، فوکوس رو میتونید به صورت دستی، منوال و اتوماتیک تنظیم بکنید و وایس بالانس هم قابل تنظیمه. اینو بهتون بگم اگر خوره عکاسی هستید و سر در میارید از اینجور تنظیمات حرفه‌ای، خیلی راحت میتونه کارو براتون در بیاره. میتونید با استفاده از این تنظیمات اون پریست عکاسی خودتون رو پیدا بکنید و دیگه همیشه با توجه به اون چیزی که پیدا کردید عکسای با کیفیتی رو ثبت بکنید. خب رفقا، شیره اسیسیارفی رو براتون کشیدیم تو بخش پردازشی، تو بخش گیم، تو بخش چه میدونم بررسی کلی مقایسه‌ای، و یه دوربین مونده بود که تو کامنت‌ها ازمون خواسته بودید، اینم بررسی دوربین اسیسیارفی، یکی از مورد انتظارترین گوشی‌های سال 2024 که با عملکرد خوب خوبش تونست ما رو راضی بکنه و شخصا انتظارش رو داشتم که همچین عملکرد خوبی رو توی همه بخش‌ها از این گوشی ببینم. حالا که به انتهای این ویدیو رسیدیم، از شما میخوام که کامنت کنید برام، بگید با بودجه حدوداً 37 میلیون تومانی کدوم کامرا فون رو انتخاب میکنید، برند گوشیتون هم برام بنویسید دیگه. دمتون گرم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید، خیلی مخلصم، ایام بکنم.